آقایان عزیز، خواهران گرامی، در این عالمی که خدای او کریمه، قرآن او کریمه، پیغمبر او کریمه، ائمه کریمند، فرشته ها کرامت دارن، خدا از ما خواسته کریم باشیم، کرامت داشته باشیم، پستی نداشته باشیم، لئامت نداشته باشیم. خب از کجا؟ من عوامل زیاده، چند تاشو براتون یادداشت کردم، امشب خدمتتون عرض میکنم. ببینید اینا نشانه های انسان های با کرامت. یک، الکریم من جاز الاساعت بالاحسان. فرمود یکی از نشانه های آدم های کریم که پست نیستن، لئیم نیستن، اینا این است که بدی رو با خوبی جواب میدن. اگر همین یک کلمه تو زندگی ما پیاده بشه، خیلی این دعواها تموم میشه، اختلافات، طلاقها، درگیریها، کلانتریها کاهش پیدا میکنه. دوم، الکریم جاد بالموجود. الله اکبر. کریم هر چی داره میده، انفاق میکنه، حتی گاهی نداشتش هم انفاق میکنه. یعنی چی نداشته؟ دو تا مثال میزنیم، هم از داشته هم از نداشته. حضرت زهرا سلام الله علیها سه شب خب روزه بوده، خودش، خاندانش، نان پخته. شب اول یتیم آمد، بعد مسکین آمد، بعد اسیر آمد، داد به فقیر، خودش آب افطار کرد. اینو میگن کریم، جاد بالموجود. همین بیشتر نبود، همینم داد، همینم داد. اما من بالاتر میخوام بگم کریم از نداشته هم میده. از نداشته چجوری میده؟ یک کسی اومد مسجد پیش امام هادی، گفت آقا قرض دارم، از شیعیان شما هستم، از کوفه میام، علاقمنده به شما، قرض کمرمو شکسته. آقا فهمدن من هیچی ندارم بهت بدم، ولی یه چیزی بهت یاد میدم، من قرض تو رو قبول میکنم. یعنی چی آقا قرض منو قبول میکنی؟ آقا تو چقدر بدهکاری؟ 10,000 درهم به گردن من. شرعن که میشه آدم قرض کسی رو قبول کنه؟ چه اشکال داره؟ شما داد برادر داری، دفترچه قسطشو نمیتونه بده، بگو من قبول میکنم، میفته گردن شما. وقتی قبول کنی شرعن میشه. آقا فهمید من قرض تو قبول میکنم. خب آقا چی شد که مشکل حل نشد که؟ فهمید چرا؟ فردا من نشستم تو همین جلسه، شیعیان ما، یاران ما، مخصوصا نیروهای دولتی هم بود، میومدن، جاسوس زیاد بود زمان متوکل عباسی، حکومتی هم میومدن جلسه امام، بیا تو مسجد بگو پول منو بده. من میگم ندارم، یقه منو بگیر، داد و بیداد کن، کمم نذار یا ملاحظه نکنی یا هر چی دلت میخواد. گو آقا این که نشد، انصاف، قرض مال منه. آقا همین که من بهت میگم. آقا قبول کردن قرض که شرعا جایزه، بله. طلب قرضم که درسته، بله. آمدن، اومد مسجد و سر صدا، یکی از این مامورای حکومتی رفت پیش متوکل، گفت امام هادی رو شما دعوت کردی سامر را مدینه، اینجا محل زندگیشون بوده، اموال داشتن، ایشون الان یه بدهی داره نمیتونه. پرسید چقدره؟ گفتن انقدر. پول داد، گفت برید بدید. آقا پول داد به این طرف رفت. این میشه یعنی حاضر آبرو خودش بره. اما خیلی مهمه کجا شما همچین موردی پیدا میکنید. حالا اینا یه تدبیره، امام میخواست به این شکل این پولها رو از حلقوم این حکومت بیرون بکشه، در اختیار مردم قرار بده، هیچ اشکال شرعی هم توش نیست. شما الان میتونم من قرض شما رو ادا کنم، قبول کنم، شما بری از من شکایت کنی. وقتی قبول کردم که میتونی. سوم، الکریم یشکر القلیل. کریم حس تقدیر داره، ولو چیز کم بهش بدی. یکی از صفات خدا اینه که شاکره دیگه. آقا یک خدمتی کسی به پیغمبر میکرد، حتی مشرک، تو جنگ بدر یه آقایی بود به نام ابوالبختری، تو سپاه مشرکین بود، این آدم کافری بود، با پیغمبرم میجنگید ولی مؤدب بود. یه چند مرتبه تو مکه وقتی میدید دارن به پیغمبر سنگ میزنن، توهین میکنن، میرفت جلو میگفت این کارو نکنید. یه دفاعی از پیغمبر کرده بود. پیغمبر خدا تو جنگ بدر فرمود اگر کسی ابوالبختری رو دید او رو نکشه، تقدیر کرد ازش، نکشه، به خاطر اینکه یه جایی مثلا
به ما خدمتی کرده. مادر رضایی پیغمبر حلیمه سعدی پیغمبر، سه تا مادر رضایی داشته، یکیش حلیمه است. چند ما پیغمبر رو شیر داده، وارد شد بر پیغمبر، حضرت بلند شد، عباشو تا کرد، زیر پاش انداخت، یه چند ما شیر به پیغمبر داد. الان جوان ما پدر و مادر احترام نمیکنه. جوان عزیز نسبت به پدر و مادرت، برادر نسبت به برادر بزرگترت، آقای نسبت به همسرت، این زن با قالی بافیت ساخت، با مستاجریت ساخت، با نداریت ساخت، حالا وضعت خوب شد، پولدار شدی، خونه خریدی، ماشین خریدی، چرا این زن رو اذیت میکنی؟ چرا زندگیتون رو به هم میریزید؟ چرا؟ یا فرق نمیکنه خانم گرامی، این آقا جوان بود، دوید، حالا پاش شکسته، تصادف کرده، اتفاقی براش افتاده، چرا گذشته ها رو فراموش میکنیم؟ چهارم فرمود الکریم اذا قدر صفه، کریم عفو میکنه، گذشت میکنه، وقتی قدرت پیدا کرد میبخشه. تو اوج قدرت پیغمبر اکرم تو مکه همه رو بخشید. بعدیش فرمود و ازا بله سؤله انجه، اگر چیزی ازش بخوای عطا میکنه. و ازا ملکه سمه، جود داره، سخاوت داره،